این هفته کنشگران هنگ کنگی، کتواک با CGI و ربات ها در قرنطینه. احتمالاً خیلیاتون در اخبار دیدید یا شنیدید که بیش از یک سال در هنگ کنگ اعتراضاتی علیه دولت چین در جریانه. دولت چین برای مقابله با این اعتراضها قانونی رو در نظر گرفته که این قانون بسیاری از مردم رو نگران کرده، برای اینکه اونا فکر میکنن دولت چین میتونه پس از این قانون کنترل کاملی روی اینترنت داشته باشه و دیوار آتشین بزرگ چین یا همون فایروال چین از اینی که هست بزرگتر بشه. جاشوا وانگ، سرشناس‌ترین فعال سیاسی هنگ کنگ، هر نیمه شب روی فیسبوک برنامه زنده داره. با همین پخش زنده است که سلامتیش رو به هوادارانش خبر میده. این صرفاً یک نمونه کوچک از کارهایی که فعالان سیاسی هنگ کنگ پس از تصویب قانون جدید امنیت ملی انجام میدن. جاشوا معتقد مسئولان دارن براش پرونده سازی میکنن و هر لحظه ممکنه دستگیر بشه. اصلا اعتماد نداریم و هیچ ضمانتی نیست که حرفها و مواضع ما در چارچوب قانون جدید امنیت ملی قانونی باشه. پارسال هزاران نفر در هنگ کنگ برای اعتراض به قانون استرداد به خیابونا اومدند. معترضان میگن با تصویب قانون جدید امنیت ملی آزادی‌هاشون بیش از پیش در خطره. میگن الان به جز توی خیابون روی اینترنت هم نظارت و کنترل شدیدتر شده. گلاسیر کونگ فعال فناوریه و اینترنت رو به چشم یک میدون مبارزه جدید میبینه. میگه قانون امنیت ملی آزادی بیان روی اینترنت رو محدود میکنه. یکی از عباراتی که آدم از چین و پکن زیاد میشنوه حاکمیت دیجیتاله. منظورشون اینه که حق دارن تعیین کنن مردم چین به چه اطلاعات و چه چیزهایی روی اینترنت دسترسی داشته باشن. فایروال رو هم با همین استدلال توجیه میکنن. حالا میخوان همین ایده رو در هنگ کنگ هم پیاده کنن. قانون امنیت ملی که میخوان در هنگ کنگ اجرا کنن همینه. حرفشون اینه که هنگ کنگ هم جزی از قلمرو اونهاست و در نتیجه حق دارن اینجا هم تعیین کنن چی روی اینترنت باشه یا نباشه. دولت مرکزی میگه پس از یک سال اعتراض که گاهی به خشونت هم کشیده شد، قانون جدید برای برقراری نظم لازمه. در این قانون جرمی به اسم خرابکاری تعریف شده که مجازات حداکثریش حبس ابده. طبق این قانون حکومت میتونه به سرویس دهندگان اینترنتی دستور بده محتوایی رو پاک کنند. چین داره به یه ابرقدرت دیجیتال بدل میشه و حکومت شیوه های حقیقتاً هوشمند و مؤثری برای کنترل مردمش داره، از جمله مردم هنگ کنگ. مثلا همین فایروال که در خود چین پیاده کردن و حالا میخوان تو هنگ کنگ هم انجام بدن. البته زیرساخت فیزیکیش رو نه، چون سامانه مخابرات ما اینجا بازه. میخوان از طریق قانون امنیت ملی این کارو بکنن، برای اینکه این قانون هم بسترها و هم کاربرها رو به این سمت سوق میده که خود سانسوری کنن و نتیجهش میشه محدودیت دسترسیمون به اطلاعات. این تصویر رو از یک پخش زنده اینترنتی برداشتیم. دارن فعالان دانشجویی رو به اتهام نقض قانون جدید امنیت ملی بازداشت میکنن. تلفن‌ها و کامپیوترهاشون رو هم ضبط کردند. فعالان این حوزه نگران فناوری تخلیه اطلاعات موبایلند که پلیس ازش استفاده می‌کنه. ظاهراً تجهیزاتش رو یک شرکت اسرائیلی به اسم سلبرایت در اختیار پلیس گذاشته. اینطور که میگن با این نرم افزار میشه محتوای موبایل‌ها رو بدون دونستن رمز دید. قانون جدید که تصویب شد، خیلی‌ها فکر کردن تلگرامشون رو پاک کنن و به جاش یه چیز دیگه بذارن. اگه بازداشت بشی، پلیس میتونه با سخت افزارها و نرم افزارهایی که داره حتی پیام‌های پاک شده رو هم پیدا کنه. مواردی بوده که نشون میده اون نرم افزار پیام‌های پاک شده رو بازیابی میکنه. معترضان از برنامه‌های رمزگذاری شده مثل تلگرام برای ارتباط و سازماندهی تظاهرات خیابونی استفاده میکردند. معترضانی مثل سایمون معتقدند پلیس میخواد با فناوری استخراج داده برای معترضان پرونده سازی کنه.
تونی هم یکی دیگه از معترضانه که کارشناس فناوریه. او که نمیخواست هویتش فاش بشه میگفت مردم هنگ کنگ پس از تصویب قانون جدید همگی دارن پیام‌های قدیمیشون رو پاک میکنن و میرن سراغ برنامه‌های رمزگذاری شده. مردم از اینکه به راحتی نمیشه از روی هویت مجازیشون هویت واقعیشون رو فهمید احساس قدرت میکنن. پاک کردن پیام‌های قدیمی هم کار عاقلانه ایه، برای اینکه ممکنه پیام‌ها روی کانال یا واسطه امنی نبوده باشه. عاقلانه همینه که مردم یه هویت مستعار برای خودشون بسازن. چین و آمریکا باز هم درگیر یک جدال فناورانه هستند. دونالد ترامپ میخواد برنامه چینی تیک تاک رو به خاطر امنیت ملی ممنوع کنه. در این صورت ممکنه شبکه‌های اجتماعی آمریکایی هم به کلی در چین ممنوع بشند و هیچ بعید نیست هنگ کنگ هم پس از 50 سال که وعده آزادی سیاسی بهش داده شده بود تبدیل بشه به یکی از شهرهای چین. به این میگن کشت عمودی، محیطی که همه چیزش کنترل میشه تا محصولی بی‌نقص به بار بشینه. گاهی حتی در غذاخوری‌ها و سوپرمارکت‌ها هم پیدا میشه. حالا همین شیوه در ابعاد خانگی هم داره رواج پیدا میکنه. این باغچه هوشمند منه. کلیک کن و بکار. همینطور که میبینین اینایی که یه ماه پیش کاشتم دارن عمل میان. وقتی کاشتم باید همه چی رو دستی توی برنامه بارگذاری میکردم، چون اپلیکیشنش به طور خودکار با این هماهنگ نمیشه. اما قراره یه نسخه بلوتوث دار بیاد که تلفن و دستگاه رو هماهنگ کنه. در عوض یه دفترچه یادداشت مانند داره که خیلی خوبه. الان میدونم اینا رو دقیقاً 27 روز پیش کاشتم و به هم میگه دقیقاً کی برداشت کنم. کاهو رسیده. گوجه ها نه. ولی زمانی که باید یادم مینداخت منبع آب رو پر کنم پیغام نداد. ظاهراً به خاطر یه ایراد مختصر توی اپلیکیشن بوده که گفتن رفع شده. باید کلی کاهو برداشت کنین تا پولی که برای تجهیزات دادین در بیاد. ولی ظاهراً در دوران پر استراب کرونا چنین چیزهایی برای مردم جذابه. من اولین باری که با ماسک و دستمال مرطوب و اسپری ضد عفونی رفتم بقالی احساس میکردم دارم میرم جنگ. برای همین الان خیلی خوشحالم که خوراک خودم رو میکارم و لازم نیست نگران خرید باشم. اینها گیاهای قدیمی ترن، اینا هم جدیدتران که برای سری دوم محصول آوردم. یه امکانات تازه‌ای هم اضافه کردن تا شخصی سازیش کنین. مثلا اینکه یه قفسه برای سالاد میخواین یا دوتا یا شاید هم سه تا. این دستگاه هم مثل خیلی از نمونه‌های مشابه به یه اپلیکیشن وصل میشه که یادآوری میکنه کی به سبزیجاتتون آب و غذا برسونین. یکی از جدی‌ترین مشکلات ما این بود که چجوری کل سامانه رو یک پارچه کنیم. یعنی یه جوری بتونی سینی‌ها رو عوض کنی، بتونی این نرده‌ها رو اضافه کنی یا در آینده سامانه‌های ماژولار اضافه کنی. همه داده‌ها رو یکی کنی. اینکه آب چقدره و پهاش آب چقدره و مواد مغذی دیگه چقدر. همه این اطلاعات بره داخل اپلیکیشن. برندهای معروفی مثل LG و سامسونگ طرح‌های خیلی جذابی تو این حوزه دارن. ولی یه شرکت کوچیک به اسم فارم شلف هست که ممکنه با محصولش بازار رو از دستشون بگیره. باغچه خونگی شلف فارم حسگر و بینایی کامپیوتری داره. گیاه‌ها رو بررسی می‌کنه و خودش آب و غذا به اندازه‌ای که لازمه بهشون می‌رسونه. ما به مرور داریم در مورد رشد گیاهان داده جمع می‌کنیم و گیاه‌های مختلف رو با معادله‌های مختلف و از روی تحلیل عکس‌ها بررسی می‌کنیم. و هرچه این داده‌ها بیشتر میشه، کارهای بیشتری رو می‌تونیم به عهده خود سیستم بذاریم. به علاوه می‌تونیم نوتیفیکیشن خودکار هم بفرستیم و دستور غذایی گیاه رو به تدریج که در چرخه حیاتش جلو میره تغییر بدیم. برای افرادی مثل ساکنان این آسایشگاه زنان امکان کاشت و برداشت در دوران کرونا واقعا نجات بخش بوده. این کانتینر عظیم به اندازه 9000 گیاه ظرفیت داره و هر شب خوراک بیش از 1000 زن و کودکی که اینجا میمونن رو تامین میکنه. این مدت زنجیره عرضه خوراک در جاهای مختلف کشور به مشکل برخورده. ما خیالمون راحت بود که هرچی بشه باغچه خودمونه.
was our farm. هزینه این باغچه کانتینری حدود 100 هزار دلاره، ولی در این مدت معلوم شده که می‌ارزیده. So we produced in ما ظرف کمتر از 9 ماه معادل 40 هزار دلار سبزیجات برداشت کردیم. چه در دوران کرونا باشه چه در بی‌ثباتی، هر روز زندگی در آسایشگاه این کانتینر از هر جهت نگاه کنیم ابزار یادگیری و حتی درمان بوده. بنابراین همین باغچه‌های مدرن که برای اغلب ما جنبه سرگرمی دارن، برای کسایی مثل این زنا که دیدیم به خودکفایی رسیدن، کمک جدی در دوران سختی محسوب میشن. این هفته اوبر در آمریکای شمالی امکان گرفتن سلفی از بعضی مسافرا رو برای اطمینان حاصل کردن از ماسک داشتنشون به اپش اضافه کرد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا به آمازون پرایم ایر مجوز داد تا با استفاده از پهپاد اجناس خریداری شده رو به دست مشتریان برسونه. و تسلا تصاویری از مرکز تولید مدل 3 در چین به نمایش گذاشت. در تصاویر گیگا فکتوری شانگهای به نظر میاد روی هر خودروی الکتریک 8 ربات همزمان کار میکنن. دیگه کسی نیست که ندونه ماسک زدن میتونه جلوی شیوع ویروس کرونا رو بگیره. حالا LG فناوری تصفیه هوا رو هم به ماسک اضافه کرده. ماسک پیوریکر هوای فیلتر شده به کاربر میرسونه و به کمک حسگرهاش سرعت پروانش رو تغییر میده تا فرد طبیعی تر تنفس کنه. سپات ربات چهارپای بوستون داینامیکس برای گرفتن علائم حیاتی بیماران در بیمارستانی در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. محققین گفتن موفق شدن با 4 دوربین تعبیه شده روی این ربات دمای بدن، تنفس، نبض و میزان اکسیژن خون بیماران سالم رو از فاصله 2 متری اندازه بگیرند. شبکه قطار سیدنی در استرالیا میخواد از دوربین‌های مداربسته مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص خشونت استفاده کنه. در دوره آزمایشی قرار از این سیستم برای تشخیص و گزارش حوادث استفاده بشه. این برنامه بخشی از تلاش برای بهبود امنیت زنان هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی در شب. و در آخر، در شرایطی که بسیاری از نمایشگاه‌ها همچنان نمیتونن درهاشون رو به روی عموم باز کنن، نظرتون درباره یه موزه هنری کاملا مجازی چیه؟ وما یا موزه هنر آنلاین مجازی ادعا میکنه که گالری‌های کاملا خیالیش آثار هنری که از نهادهای مهم جهان قرض گرفته رو به نمایش میذارن. در این گالری‌ها میشه از آثار هنری دیدن کرد، یه قهوه خورد و حتی برای آرامش روح سری به باغ زد. پیشتر گفتیم که کرونا صنعت حمل و نقل رو هم تحت تأثیر قرار داده و بخشی از این صنعت حمل و نقل کالا و مسئله پیکه، چیزی که الان باعث شده پهپادها و ربات‌ها هم با قدرت وارد بازی بشن و با هم رقابت هم بکنن. گزارش آیدین اسلامی رو ببینید از لس آنجلس. همه‌گیری بیماری مرس در سال 2012 باعث شد رشد عظیمی در صنعت فروش آنلاین و خدمات بنگاه به بنگاه اتفاق بیفته. به طور مشابه همه‌گیری کرونا هم یکی از سریع‌ترین پیشرفت‌های فناوری پیک رباتیک رو در دوران قرنطینه رقم زد. کارشناسان برآورد کردند بازار ربات‌های تحویل دهنده از 12 میلیون دلار در سال 2018 به 34 میلیون دلار در سال 2024 افزایش پیدا می‌کنه و این در حالیه که همه‌گیری کرونا سرعت این رشد رو بسیار بیشتر کرده. عوامل مختلفی در این رشد مؤثر هستند. به طور مثال هزینه هم توسط انسان به ازای هر کیلومتر 1 دلاره، در حالی که حمل روبوتیک همین کار رو تنها با 10 سنت انجام میده. اتحادیه ملی خرده فروشان آمریکا اعلام کرده خطا و سوء استفاده در صنعت پخش و توزیع اجناس مثل دزدی، تحویل اشتباه و آسیب فیزیکی به بسته بیش از 300 میلیون دلار به این صنعت ضرر وارد کرده که میتونه دلیل دیگه‌ای برای رشد این بازار باشه.
توی زمان کرونا خب این مزیت رو داره که شما میتونید در واقع اجسام مختلف، کالاهای مختلف رو بدون اینکه آدمای بیشتری با اون تماس برقرار بکنن جابجا بکنید. مثلا اگه توی شهری هستید که کسی نباید از خونه در واقع بیاد بیرون، این ربات ها میتونن در واقع برای مردم اون مواد غذایی، غذاها و چیزهای دیگه براشون بیارن. ولی در حتی زمانی که زمان خلاصه پندمیک و این چیزا نیست، این خیلی بازم برای خودش چیز ارزشمندیه، برای اینکه ما میخواییم که تا جایی که میشه از استفاده از ماشین کمتر بکنیم. شرکت‌های مختلفی تلاش می‌کنن هر کدوم سهم بیشتری از این بازار نسبتاً جدید رو از آن خودشون بکنن. مثلا شرکت استارشیپ در کالیفرنیا اعلام کرده در سال گذشته به تنهایی 100 هزار تحویل روباتیک رو انجام داده که این میزان در سال جاری رشدی چند برابری رو هم تجربه کرده. این ربات‌ها در واقع تبدیل میشن به یک در واقع سیستم زیربنایی شهر و میتونن که هر کالایی رو از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنن با هزینه خیلی کم، با سرعت به نسبت زیاد، و این میتونه خیلی ازش استفاده های مختلفی بشه. مثلا شما ممکنه که توی این ربات ها یه سری داروهای اولیه‌ای که ممکنه مثلا برای امداد کسی احتیاج باشه توشون نگه داشته باشید در همه مواقع، و وقتی که کسی نیازی داره مثلا به یه قرص یا به این اسپری برای آلرژی، ربات میتونه اولین کسی باشه که بیاد در صحنه و مثلا ظرف یه دقیقه برسه اونجا و این امداد رسانی بکنه. حمل روباتیک هزینه بسیار کمتری نسبت به حمل توسط انسان داره و این یعنی کالا و سفارش هامون سریعتر و ارزونتر به دست من و شما میرسه. اما در کنار همه این مزایا، از بین رفتن تعداد زیادی شغل برای افرادی که همین الان تو این صنعت دارن کار میکنن میتونه کمی نگران کننده باشه. اما آیا این نگرانی روی رفتار مردم با این ربات‌ها تأثیری می‌ذاره؟ خیلی اتفاقا عکس‌العمل جالبی داره. مثلا بچه‌ها اصلا خیلی هیجان زده میشن و میان دور ربات، میخوان باهاش ارتباط برقرار کنن، میپرن جلوش مثلا ببینن چیکار میکنه. در مجموع ما این ربات‌ها رو یه جوری طراحی کردیم که باعث ایجاد حس خوبی بشه و مردم خوشحال بشن و حتی سورپرایز بشن، اکسایتد بشن از دیدنش، و این چیز مهمیه برای اینکه این ربات‌ها قراره بین ماها حرکت بکنه. اون در واقع قولی که هالیوود به ما داده بود، این خلاصه فیلم‌های آینده نگر همیشه میدادن که ربات‌ها میان و مثلا کارامون رو انجام میدن، بین ماها هستن، این واقعیت داره در واقع اتفاق میفته و ما داریم روش کار میکنیم. به عنوان خلاصه حالا از فود دلیوری داریم شروع میکنیم و این ربات ها رو افراد به زودی تو خیابون کنارشون خواهند دید و اون لحظه بعد خیلی لحظه مثبتی باشه، و برای همین ما اینو یه جوری طراحی کردیم که اصلا مثل یه کاراکتر کارتون میمونه، در واقع مثل این والی مال فیلم والی یا مینیونز میمونه. این باعث شده که خیلی مردم ریاکشن های مثبتی نسبت بهش داشته باشن و در واقع این حسی که ما میخواستیم رو تونستیم برقرار بکنیم. سرو ربات شرکت پست میتس یکی از این دوستان جدیده که باید کم کم به دیدنش رو خیابونا عادت کنیم. راستش تا همین چند روز پیش فکر نمی کردم این ربات ها رو با چش خودم به این زودی ها تو خیابون ببینم، اما ظاهرا اشتباه می کردم. گزارش آیدین اسلامی بود از لس آنجلس. با وجود جذابیت‌های فراوان این نوع فناوری‌ها، آدم نگران وضعیت کاری پیک‌های موتوری و دوچرخه و امثالش میشه و این سوال به ذهن خطور می‌کنه که چطور میشه که فناوری و خلاقیت به گونه‌ای توسعه پیدا کنه و رشد کنه که به ممر درآمد آدم‌ها و زندگیشون آسیب کمتری بزنه یا اصلا آسیب نزنه. بگذاریم. برآورد میشه ارزش صنعت مد 2.5 تریلیون دلاره. فقط تو بریتانیا 900 هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. اما پس از ماها خانه نشینی و پوشیدن لباس های راحتی و مخصوص خانه، به نظر میاد که این صنعت میخواد یه تکونی به خودش بده. اما با وجود قوانین فاصله گذاری، آیا شوهای مد میتونن به شیوه گذشته برگزار بشن؟ آیا فناوری میتونه کمکی در این زمینه بکنه؟ طراحان لباس مدام برای کارزارهای تبلیغاتی و برنامه‌های زنده‌شون از فناوری استفاده‌های خلاقانه می‌کنند.
نیک نایت عکاس بربری از کندال جنر مدل سرشناس خواسته 200 تا عکس از خودش توی خونه بگیره. بعد از روی اون عکس‌ها با یک مدل دیگه که لباس موشن کپچر یا ردیاب حرکت پوشیده، خانم جنر رو از نو در یک محیط کاملا کامپیوتری خلق کرده. در هفته مد پاریس، ژیگی چن، طراح معروف، عکس‌های هانا هوخ، هنرمند آلمانی رو با عکس‌های یک سفر در کرانه رود گنگ ترکیب کرده بود. البته در شوهای لباس بجز طراحان کلی آدم دیگه هم کار می‌کنند. از طراح موسیقی صحنه گرفته تا آرایشگران و خبرنگاران. و معمولاً هفته‌های مد محرک چرخی تقاضای پوشاکند. ولی آیا این روند قرار کلاً تغییر کنه؟ خیلی‌ها فکر می‌کنن همه چیز عوض میشه و حتی پیش از کرونا اینجوری کار می‌کردند. در استودیوی ربلیون در شهر دیتکات نزدیک آکسفورد، گروه ساتور استودیو دارن سعی می‌کنند الگویی برای شوهای لباس در دوران پسا کرونا در بیارند. توپاک مارتیه یکی از طراحان بصری برجسته دنیاست که با هنرمندانی مثل الکساندر مک‌کوئین و بیونسه کار کرده. توی این پروژه داره با شرکت نورپردازی MBS کار میکنه تا با استفاده از سامانه ردگیری، نمایشگرهای LED و برنامه کامپیوتری فضاهای مرکب از واقعیت و خیال خلق کنه. این نمایشگر 20 متر پهنا، 4 متر درازا و بیش از 10 میلیون پیکسل داره. توی گروهشون کارشناس جلوه‌های تصویری، موشن کپچر و نمایش چند حسی است. ولی مدل‌ها و محیط اطرافشون کاملاً کامپیوتریه. وقتی دوربین رو بر می‌داریم و واقعاً این بر اون بر می‌ریم، می‌تونیم واقعاً بریم توی فضا. این چیزی که فوق‌العاده‌اش می‌کنه. در حالی که به چپ و راست میره، می‌تونید ببینید چطور کل پارالاکس یا اختلاف منظر تغییر می‌کنه. بنابراین وقتی داخلید، می‌تونید در واقع مستقیماً توی فضا بگردید و حس کنید که واقعاً اون تو هستید. این شیوه کار نه تنها بر رابطه بیننده و شوی لباس، بلکه روی لباسی که قراره امسال ما بخریم و بپوشیم هم تأثیر میگذاره. دیگه لازم نیست به اندازه قبل پوشاک دوخته بشه، چون میشه پارچه رو دیجیتالی آزمایش کرد و طرحاش رو قبل از اینکه پارچه بریده یا سفارش داده بشه دید و پسندید. و او طراحی لاتکس رو دید. آواتار لاتکس با لباس. انقدر ازش خوشش اومد که از طراح الگوهاش خواست با لاتکس درستش کنه، چون متوجه شد چه امکاناتی بهش میده. من باور دارم این آینده است. فکر نمی کنم شوهای مد باید حذف شن، چون فکر می کنم خیلی مهمن. به نظرم یه جنبه تئاتری به کار میدن که فوق‌العاده است، اما واقعا فکر می کنم این صنعت به این انقلاب احتیاج داره. Look at the gray dress, like really fine. جان گالیانو هم از این انقلاب استقبال کرده و مجموعه طرح‌های پاییز و زمستونی امزون مارگیلا رو در قالب یک فیلم کوتاه عرضه کرده. توی فیلمش از گفتگو با زوم هست تا دوربین حرارتی و یک اپلیکیشن اشعه ایکس. Fungus, but it's beautiful the How just... انقلابی که به خاطر کرونا در عرصه کاربرد فناوری رخ داد، پیامدهای دراز مدتی برای صنعت مد خواهد داشت. چه بسا دیگه شوهای فصلی همیشگی به کل تعطیل بشن. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در فهرستی به نام کلیک هستند. با ما در تماس باشید از راه توییتر و شناسه @persianclick. نظر، پیشنهاد، انتقاد و سوژه‌ای که به ذهنتون میرسه رو از این طریق میتونید به دست ما برسونید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.